بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی صنف هفتم شاگردای عزیز و مضمون ریاضی بسیار زیاد خوش آمدید شاگردای عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی را با همدیگه هم درست است؟ و فصل چی بودیم؟ فصل آخر بودیم فصل هشتم احتمالات با هم دیگه میخواندیم و درس دوم که درس آخر ما و شما میشه و امروز بخیر کتاب ما و شما خلاص میشه درسته چاگرد عزیز؟ خب چه عنوانی رو ما و شما امروز میخوانیم؟ دو عنوان رو باید ما و شما بخوانیم اول چه رو میخوانیم؟ اول فضای نمونه ای یا فضای نمونه رو میخوانیم و بعد از هم فرمول احتمال میخوانیم که به ما و شما یک حادثه اتفاقی به ما و شما به عنوان مثال سوال ما و شما میته احتمال دریافت کو. درست است با او خاطر ما و شما یک فرمول باید داشته باشیم که از اون فرمول میتونیم حاصل احتمال دریافت کنیم درست است خب شاگرده عزیز و گرامی باز هم تشکر میکنم از شاگردایی که کارخانگی به ما روان کردند. از طریق چی از طریق واتس نمبرشم نمبرش هم 20964 780 255 40 خب شاگرد عزیز و گرامی همراه ما باشید خب شاگرد عزیز و گرامی درس آخر درس آخر کتاب ما و شماست امروز و دو عنوان باید بخوانیم اول چه رو میخوانیم؟ اول فضای نمونه ای رو میخوانیم درست است و بعد از اون فرمول احتمال میخوانیم و درس ما کتاب ما و شما خلاص میشه خب شاگرد عزیز اگر یادتان باشد گفتیم یک پدیده یک حادثه یا یک اتفاق هم، ما به دو دسته کلی چه تقسیم میکنیم چه بود قطعی و تصادفی اگر یادتون باشد درست است پس نوشتن میکنم پدیده یا اتفاق یا حادثه فرق نمی گفتیم که بدود سه کلی چی شگرده یا تنظر شگرده عزیز بدود سه کلی چی بود قطعی و تصادفی ما و شما دستبندی کرده درست است درس گذشته ما و شما بود نه پدیده های قطعی چی بود پدیده که نتیجه آن از قبل معلوم است صد فیصد اما اتفاق میفته و نتیجهش ما میفهم میتونیم حدس بزنیم نتیجه می چی اما پدیده های تصادفی گفتیم پدیده هایی هست که چی از شگرد عزیز پدیده هایی هستند که نتیجه آن از قبل معلوم نیست با عنوان مثال یک سکر ما مندازیم هوا در زمین میایه با رو میایه یا پشت میایه میگیم نمیدانیم قطعا نمیدانیم کدامش اتفاق میفته پس یک پدیده چی است تصادفی است خب شاگرده عزیز اما یک مثال کار میکنیم مثال چی مثالی که پدیده چی باشد پدیده قطعی باشد پدیده قطعی گفتیم پدیده که نتیجهش از قبل معلوم است درست است ما می تواشی را اگر ویل چی میشه 100 درصد به سمت پایین میره پس یک پدیده چی است قطعی است پس یک گفتیم اگر یادتون باشه درس گذشته ما و شما بود نه علم فیزیک در رابطه با چی با پدیده های قطعی گپ میزنه و بررسی میکنه اما علم احتمال در رابطه با پدیده های تصادفی درست است پس علم احتمال یک علمی است که پدیده های تصادفی را مورد بررسی قرار میده درست است خب اولین نکته که گفتیم ده پدیده تصادفی ما و شما یا حادثه اتفاقی برش میگیم یا پدیده تصادفی هم برش گفته میشه سعی دیا ده یا ما و شما باید بخوانیم چی است درس گذشته یاتون گفتیم که چی فضای نمونه پس من نوشتم میکنم فضای نمونه‌ای یا فضای نمونه برش گفته میشه گفتیم که به همه حالات یا تمام حالاتی که ممکن است اتفاق بفته در یک پدیده تصادفی یا حادث اتفاقی او همه او حالات ما داخل یک ست بندازیم به او ست میگیم چی؟ چی میگیم؟ فضای نمونه میگیم و با چی نشانش میتیم؟ با حرف انگلیسی اس نشان میتیم پس نشانش میکنم ست تمام حالات یا حالات های تمام حالت های یا نتایج نوشتن میکنه فرق نمیکنه تمام حالت ها یک حادثه اتفاقی یا پدیده تصادفی را یک پدیده تصادفی را چی میگیم؟ فضای نمونهی میگوییم فضای نمونهی میگوییم و با چه نشان میتونیم شاگرد های عزیز؟ یا تنست و با اس نشان میدهیم فصلی چی بود فضای نمونه یا فضای نمونه که با اس نشان میدیم بعضی از کتاب ها شاگرد عزیز دقت کنید بعضی از کتاب ها مخصوصا در پارنتون که باز میرین بخیر بعضی از کتاب ها این فضای حالت هم برش گفته فضای حالت و با چه نشان میدن با ال نشان میدن صحیح است پس با ال نشان میدن یا اس نشان میدن کتاب ما شما با اس نشان داده بعضی از کتاب های با ال نشان می‌ده. صحیح است پس یادتون باشد. پس فضای نمونه رو فهمیدیم با عنوان مثال در پرتاب یک سکه مثال شاگرد عزیز دقت کنید در پرتاب یک سکه فضای نمونه ما و شما چی میشه؟ اسم ما و شما؟ اسم ما و شما میشه گفتیم که یک ست است پس داخل یک ست باید بندازیم تمام حالت هایی که ممکن اتفاق بفته و سکه سکر بندازی چی میشه؟ یا پشت میایه یا رو میایه پس نوشتم میکنم رو و پشت پس این شد فضای نمونه ما و شما سیست؟ لدو خوب بازی کردی دیگه شاگرد از دیدی دیگه نه لادو بازی میکنی اما تاس تاس که مندازی اما مکعب که یک طرفش یک است دو سه چهار پنج شش در طرفش یک تا 6 نوشته شده است اما رو که مندازیم چی میشه اما عددی که در بالا قرار میگیره چی است یک 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 پدیده چی است تصادفی است دیگه چون نمیدونن خب نمیفهمن خب کدام عدد در بالا قرار میگیره صحیح خب حال فضای نمونی شما چی میشه در پرتاب یک تاس پس یک مثال دیگه من اینجا نوشتم میکنم مثال در پرتاب یک تاس خو میفهمی چی گفتیم لدو که بازی کردی دیگه نمیندازی ده یک دو سه چهار پنج شش هر کدام میتونه ده بالا قرار بگیره پس اس ما و شما چی میشه شاگرد عزیز اس ما و شما مساوی میشه با ممکنه یک قرار بگیره ده بالا تمام حالتایی که وجود داره یک دو سه چهار پنج و شش سه شد شاگرد عزیز پس فضای نمونه در پرتاب یک تاس در یک حادث اتفاقی را ما شما گفتیم با اس نشان بدیم در مثال که اینجا زدیم صحیح است و گفتیم تمام حالت هایی که ممکن اتفاق بفته یعنی هم عددی که در بالا قرار بگیره هم عددی که رخ شوه یا رو شوه صحیح است پس میشه یک دو سه چار پنج شش تمام حالت ها میسته پس این میشه فضای نمونه ای درست است خب من شاگرد عزیز تختر پاک میکنم چند سال دیگه از فضای نمونه ای کار میکنم پس همراه ما باشید خب شاگردی عزیز و گرامی چند مثال دیگه از فضای نمونه کار میکنه برای شما که دقیق بفهم فضای نمونه ای چی است سیست پس مثال خب در شما گفته چی در یک تولد یک چی فرزند که به دنیا میاد جنسیت از چی میشه ممکنه دختر باشه یا بچه باشه سیست که دختر رو پسر نوشته میکنیم سیست پس یا دختر است یا بچه است که چی نوشته میکنیم دختر پسر نوشته میکنیم پس نوشته میکنیم می تولد یک فرزند در خانواده خداوند یک فرزند بهشان مته او ممکنه دختر باشد یا چی باشد بچه باشد پس فضای نمونی ما و شما چی میشه اسم ما و شما میشه دختر و پسر سایست پس تمام حالاتی که وجود داره ما و شما نوشته بکنیم امی میشه فضای نمونی مثال دیگه مثال بعدی شاکر از دقت کنید ما و شما چی میکنیم در یک خریتر یک کیسه یک ما و شما چی میکنیم چند تا دانه چی داریم گلوله داریم گلولایی که چی باشد با هم شکل باشد یا با عنوان مثال به این شکل یک دو سه چهار پنج شش تا گلوله داریم و روی از یا عدد نوشته شده به عنوان مثل دو پنج افت یک چهار و شش سه یک دو پنج افت چهار شش به این شکل نوشته شده خب ما انداختیم داخل از یک خریطه یا چی یک تا کیسه خب باز ده ده چشم خود پود بسر میکنیم پود میکنیم و دست خود میندازیم یک تا میگیریم به طور اتفاقی خب چه عدد ممکنه خارج شوه پس یک پدیده چی است یک پدیده سه پدیده تصادفی یا یک حادثه اتفاقی است چون نمیفهم نتیجه از قبل خب معلوم نیست پس فضای نمونه ما و شما چی میشه پس اس ما و شما مساوی است با ست چی میشه ممکنه گلوله شماره یک خارج شوه پس یک ممکنه دو خارج شوه سه است ممکنه چار پنج شش و افت خارج شده است. پس فضای نمونه ما شما میشه یک دو چار پنج شش افت سیست امی اعدادی که روی از این گلوله ها ما شما نوشته کردیم پس فامید چه چرا شد دیگه پس فضای نمونه ای رو فضای نمونه ای گفتیم که ست تمام حالت های ممکن در یک حادثه اتفاقی یا یک پدیده تصادفی درست است پس از چی شد فضای نمونه بسیار آسان هم نوشته کنیم خب اما حالی که فضای نمونه رو فهمیدیم حال میریم احتمال پیدا میکنیم احتمال فرمول احتمال چی است درست است اما احتمال چه عزیز فرمول احتمال ما و شما میخوایم بخوانیم که چی است درست است پس نگشته میکنم فرمول احتمال اگر ما و شما شاگرد عزیز یک حادثه اتفاقی یا یک پدیده تصادفی داشته باشیم و ما و شما میگه احتمال از زیر دریافت کو اگر در سایه گذشتهتان باشد گفتیم احتمال چی است احتمال گفتیم بیان چانس به عدد یعنی ما و شما باید یک عدد به اون نسبت بدیم امی اتفاق میفته چقدر چانس داره سیست چانسی به یک عدد نشان میدیم و دقت کنید شاگرد عزیز احتمال همیشه یک عدد بین صفر تا یک که خود صفر هم شده میتونه خود یک هم شده میتونه ولی از یک بیشتر شده نمیتونه و از صفر کمتر هم شده نمیتونه یار گفتم در سایه گذشته درست است خب به احتمال به شک میشه پس احتمال دقت کنید احتمال یک پدیده تصادفی یک حادثه اتفاقی یک حادثه اتفاقی با شما میگه همین عادف اتفاق چه احتمال داره که اتفاق بیفته این نتیجه همون شبه سیست؟ خب فرمولش به این شکل است یک خط کسری دو ما شما داریم چون دقت کنید یک خط کسری داریم در مخرج میشه چی؟ تعداد تمام حالات تمام حالت ممکن تمام حالت های ممکن سیست؟ به عنوان مثال ما و شما یک تا تاس که میدادیم تمام حالت ممکن چی میشه یک مثال قبلی که و پاک کردیم نه یک تاس داختیم یک دو سه چهار پنج شش میشد در این سوال تمام حالات ممکن چی میشه یک دو چهار شش هفت پنج هفت شش می میشد و یار با چی کنیم شاگرد عزیز کلش نوشته نمیکنیم نوشته که تعداد دقت کو شاگرد شمار کنیم یک دو سه چهار پنج شش شش تا عدد دی دا وجود داره پس در دا مخرج ما شما شش نوشتن میکنیم دقت کنید پس تعداد باید نوشتن شمار کنیم چند تا انصر داره همین سه تا ما و شما چند تا انصر داره سیست همین اس که ما و شما میشه چی فضای نمونه اما در صورت چی میشه میشه تعداد حالت های یا حالت های مساعد مساعد یا مطلوب مطلوب چی است یعنی طلب شده از ما و شما میخوایه یک مثال کار میکنم تا بفهمی دقت کنید مثال میگیم که در پرتاب یک تاس شاگرد دادی دقت کنید چقدر احتمال دارد که عدد روی شده چی باشد جفت باشد سیف نوشته در پرتاب یک تاس چقدر, چقدر احتمال دارد که عدد رخ شده یا رو شده چی باشد؟ جفت باشد سعید شاگرد سوال با اونشو بایشک داده گفته در پرتاب یک تاس چقدر احتمال دارد که عدد رو شده جفت باشد خب من نوشتم میکنم شاگرد عزیز اگر پرتاب یک تاس اسم ما و شما چی میشه؟ تمام حالت های ممکن ما و شما میشه یک دو سه چار پنج و شش پس چی شد؟ پرتاب یک تا تاس که لدو که بازی میکنه تاس مندازه یک دو سه چار پنج شش داره سه ایس. تمام حالت هایش میشه همین شش دیگه یک دو سه چار پنج شش خب آلی دقت کنید گفته که چی عدد رو جفت باشه جفت ما و شما چی میشه من داخل امه. نامشه امه ام نامش رو ای میگیرم ست ای عدد جفته که چی است شاگرد عزیز دقت کنید عدد رو شده از باید انتخاب شود دیگه 8 هم جفت است ولی خود یک تاس شما نه وجه 8 نمیآید صحیح است تا 6 بیشتر نداره پس از یا هم یک جفت نوشته می کنیم چی میشه 2 4 و 6 صحیح پس تعداد حالات مساعد ما و شما چی میشه؟ حالات مساعد ما و شما دو هست، چهار است و شش است. هر کدام زیر باشه عدد رو شده جفت میشه دیگه سعیست حالی سوال چی هست؟ فرمول گفتیم تعداد حالات مساعد یعنی چند تانسور داره ای؟ یک، دو، سه بر تعداد حالات کل یک، دو، سه، چهار، پنج، شش پس سه بر شش که اختصار کنیم اگر بسازیم پس احتمال ما و شما در اینجا اگر دریافت کنم جواب ما و شما پس احتمال احتمال مساوی میشه با چی؟ تعداد حالات مساعد ما و شما چند تا شکر عزیز؟ یک دو سه پس سه رو در صورت نوشته میکنیم و تعداد حالات کل چی میشه؟ یک دو سه چار پنج شش در مخرج نوشته میکنیم شش بر سه که ما اگر اختصار بسازم به سه میشه یک بر دو سه است که یک بر دو رو اگر به فیصدی بگیم میشه پینجا فیصد یک دیگه پس شاگرد از اگر فرمول احتمال فامیدیم دقیقا این فرمول است فرمول احتمال چی است فرمول احتمال، فرمول احتمال یک حادثه اتفاقی مساوی است با تعداد حالت های مساعد یا تعداد حالات حالات مطلوب هم نوشته کرده بعضی از کتاب ها یعنی هم تعداد حالاتی که از ما شما میخواه. سوال صحیح در اینجا گفته در پرتاب یک تاس چه احتمال دارد که عدد رو شده جفت باشد این جفت جفت بودن چی میشه حالت مساعد ما شما میشه در یک تا شش در یک تا که س... مندازیم از یک تا شش چند تاش تا جفت است نوشته میکنیم دو چهار شش فقط همیا جفت است دیگه تاق است، سه است پس چی میشه نوشته تعداد حالات مساعد نوشته کردیم دو چهار شش که تعداد حالات میشه سه در صورت نوشته کردیم و در مخرج تعداد تمام حالت های ممکن امو فضای نمونه که ما شما نوشته کنیم حالت های چند تا میشه شمار که چند انصر داره یک دو سه چهار پنج شش پس سه بر شش که اختصار بکنیم یک بر دو درسته شاگرد عزیز پس فرمول احتمال هم فامیدیم خب شاگرد عزیز بازم چند مثال دیگه کار میکنم که دقیق تر بفامید پس همراه ما باشید خب شاگردی عزیز و گرامی یک مثال دیگه کار میکنیم از احتمال و سوال جوابش نوشته میکنیم که دقیقتر تر بفامی چی رقم ما و شما جواب نوشته کنیم سیست پس مثال من نوشته کنم در تولد یک فرزند چقدر احتمال دارد دارد که چی باشد؟ ف... اون بچه که تولد شده فرزند و شما چی باشد؟ دختر باشد احتمال دارد که دختر باشد سایست؟ در تولد یک فرزند چقدر احتمال دارد که دختر باشد؟ خب بیره نوشته میکنیم بیره که سوالش کار میکنیم بیسیار ماسان است دقت شاگرد عزیز من در اینجا نوشته میکنم اسم و شما چی میشه؟ فضای نمونه ما و شما تمام حالت ممکن چی هست در تولد یک فرزند که به دنیا میایه چی هست؟ یا دختر است یا پسر است که بچه است پس دختر و پسر خب حال دقت کنید آلات چی است حالت مساعد و مطلوب که از ما شما چی خواسته گفته دختر باشد پس دختر را نشتم میکنم ایره من نویج میکنیم، میکنم آلات های که ما شما داده میگم دختر است. خب حالا میرم احتمال دریافت میکنیم پس احتمال مساوی میشه تعداد حالت های مساعد یا مطلوب چند تاست تعداد عناصر زیر نوشته کنی یک تا دختر یک تا است. پس یک بر تعداد حالات کل حالات کل ما شما چند تانسور داره؟ دو تانسور داره پس میشه یک بر دو پس احتمال چقدر میشه؟ یک بر دو بسیار آسان تونستیم. دریافت کنیم درست است؟ خب مثال بعدی دقت کنید مثال در پرتاب یک تاس احتمال های خواسته شده زلی رو دریافت کنید احتمال های زلی رو دریافت کنید خب دقت کن شاگرد عزیز پس سوال دوم بسیار مثال دوم بسیار مثال خوبی است دقت کن که یاد بگیرید در پرتاب یک تاس احتمال های زیل را دریافت کنید گفته که الف الف ما شما گفته که عدد رخ شده عدد رخ شده یا روی شده فرق نمی کنه عدد رخ شده چی باشد تاق باشد سیست خب ب عدد رخ شده یا روی شده رخ نشته میکنم رخ شده شاگرد عزیز چی باشد بزرگتر از یک باشد سیست پس عدد رخ شده بزرگتر از یک باشد حالا همین کار کنیم اول گفته الف عدد رخ شده تاق باشد خود تاق خو میفهمیم دیگه نه اول ما چی میکنیم شاگرد عزیز فضای نمونی نوشته میکنیم فضای نمونی ما و شما چی میشه میشه یک دو سه چهار 5 و 6 پس این شد فضای نمونه ما شما در پرتاب یک تاس یک تاس خیلی مندازه یا یک هست یا دو یا سه یا چار یا پنج یا شش سیست خب اما چی هست در کجا در اینجا نوشته میکنم ای چی هست حالت مساعد حالت که از ما شما خواسته گفته عدد, رو... عدد چی باشد تاق باشد تاق کدام هست فقط میشه یک سه و پنج افتم تا قصول ولی خود در فضای نمونه ما و شما نیست ما و شما حالات مساعدی که نوشته میکنیم از چی از فضای نمونه باید نوشته کنیم شاگرد عزیز دقت کنید دا سهیست خب حال احتمال چی میشه؟ احتمال مساوی سبا حالت تعلیم مساوی الالف کار میکنم سهیست مساوی میشه با تعداد حالات مساعد یا مطلب چیزی که از ما و شما خواسته چند تا سه تاست و تعداد حالات کل چند است؟ شش تا پس سه بر شش که اختصار کنیم دقیقا یک بر دو. اگر یادتان باشد چند دقیقه پیش کار کردم نه؟ اما چی است؟ عدد رخشده جفت باشدم. یکی بر دو شد. هم باشد هم یک بر شد تا باشد یک بر دو میشه. خب دیگه. و هم پنجاه فیصد است. این هم پنجاه فیصد است. سه است. چون هم از شش تا سه تاش جفت است و سه تاش تاق است. پس به خاطر میشه سه بر شش یک بر دو یا فیصد. اما قسمت ب. بالا یا بالا پاک میکنم. قسمت بره کار میکنم. سه دقت کن عزیز قسمت برم اینجا کار میکنم گفته که عدد رخ شده چه باشد بزرگتر از یک باشد خب فضای نمونه ما شما خو همین که 1 2 3 4 5 نوشته کردیم اما من نامشه چی میگیرم بی میگیرم حالات چه خواسته شده را از ما شما اما حالات مساعد گفته بزرگتر از یک بزرگتر از یک کدام ها میشه عزیز بگین کدام عدد میشه دو سه چهار پنج و شش پس احتمال ما شما در قسمت ب ما شما چند میشه چند تا انصر داره قسمت حالات خواسته شده؟ یک، دو، سه، چهار، پنج حالت داره سه است پس نوشته میکنیم پنج بر فضای نمونه ما و شما تمام حالات ما و شما چند تاست؟ شش تا آفرین. پس پنج بر شش که اختصار نمیشه همون پنج بر شش میمانه پس قسمت بی ما و شما احتمال چقدر شد؟ پنج بر شش سه است خب شاگرد عزیز اگر بابا شما بگه که عدد رخ شده بزرگتر از شش باشد. دقت کنید قسمت جیم هم کنم ما قسمت جیم قسمت جیم نویشتن نویشتن و جوابش کار میکنه عدد رخ شده چی باشد؟ بزرگتر از چند شاگرد عزیز؟ شش باشد و مگر میشه شگرد عزیز نه خیر ما یک تا سه از یک تا شش بیشتر نمی هیچ وقت بزرگتر از شش نمیشه خب سوال با ما و شما گفتید دریافت کو خب دریافت میکنیم حاله چی میمانم نامش رو سی میمانم حالت خاصه شده چی داریم هیچ حالت نداریم هیچ عددی نیست که بزرگتر از شش باشه پس چی میشه احتمال ما و شما احتمال ما و شما میشه تعداد عناصر چند عنصر دارد هیچ انسور نداره پس صفر بر تعداد حالات کل کل تا عنصر داره پس صفر بر شش که میشه با صفر. سیست پس این احتمال ما شما تانیتیم دریافت کنیم که چند شد؟ سفر شد چون هیچ حالت وجود نداره هیچ عدد بزرگتر از شش وجود نداره در تاس تاس اگه مندازیم یک دو سه چار پنج شش بیشتر وجود نداره درست شکر شاگرد عزیز؟ پس یه هم از چی؟ یه از درس آخر ما شما کتاب ما شما خلاص شد شاگرده عزیز و گرامی ما شما درس امروز خواندیم. و دیدیم که فضای نمونه ای چی بود و چی احتمال فرمول احتمال خواندیم و دقیق چند سوالم کار کردیم شما سوال های کتاب کار کردن میتونید درست است اما کارخانگی شاگرد عزیز بگرام کارخانگی چی است تمرینای صفحه 218 220 و 222 کتاب کار کنید و به ما روان کنید از طریق واتس اپ روان میکنید نمبر شما 09064 780 255 13 درست است شاگرد عزیز خب شاگرد عزیز و گرامی مانده نباشین به خیر باشین وقت خوش خدا نگهدارتان